سلام به دوستان شنبه 14 دیماه دی ماه 98 چهارم ژانویه 2020 بعد از حادثه منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی واکنش ها در داخل ایران در ابعاد مختلف ادامه داره حالا در این مورد من به صورت مفصل صحبت خواهم کرد که زیان جمهوری اسلامی از کشش شدن قاسم سلیمانی بیشتر در چه بعدیه این خودش یک برنامه مستقلی که من صحبت خواهم کرد نه توان نظامی قاسم سلیمانی در اون حدی بوده که حالا جمهور اسلامی فلج بشه و نه یک استراتژیست سیاسی بزرگ بوده اما چهره سازی که ازش کرده بودن و برای آینده میخواستن استفاده کنن و حتی در بخش های از جامعه هم تونسته بودن چهره رو جا بندازن الان جمهور اسلامی برای جایگزینش بسیار مشکل داره فرمانده سپاه قدس میتونم بزنم اما شخصیتی که این چنین از قاسم سلیمانی درست کرده بودن و با تبلیغات داخلی و خارجی با کمک بعضی از ظاهرا اپوزیسیون های نش... نشسته در بی بی سی این بر چهره از سلیمانی درست کرده بودن جانشین درست کردنش برای برای جمهوری اسلامی کار ساده نیست و به همین جهت ضرر عمده جمهوری اسلامی در همین بوده حالا در این مورد من در یک برنامه مستقل صحبت خواهم کرد اما یکی از واکنش هایی که برای من جالب بود این که دیدم بعضی از رسانه ها بعضی از سایت ها و بعضی از افرادی که فعالان رسانه جمهوری اسلامی تلقی میشن خلاصه دارن اشک تمساح میریزن در رسای آزادی و در اینکه آزادی داره از بین میره چرا اینستاگرام بعضی از پست های حامیان سلیمانی رو حذف کرده من البته نمیدونم چون در کپشن هایی که خود من گذاشتم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بسیار از طرفداران سلیمانی اومدن در زیر همون کپشن همراه مخالفینش فحاشی های خیلی شدید علیه خود من کردن به خاطر اینکه هر کدوم تلقیشون بوده که حالا یه سریشون فکر کردن من از سلیمانی دفاع کردم و یه سریشون به خاطر انتقادات من از سلیمانی شروع کردن فحاشی کردن یعنی بسیار از طرفداران سلیمانی در همین اینستاگرام علیه مخالفان سلیمانی فحاشی کردن و چه اتفاقی نیفتاد اما میگن پست هایی که طرفداران فرمانده سپاه قدس میذاشن رو اینستاگرام داره حذف میکنه این رو کسانی میگن و نظامی میگه و حکومتی میگه که چهل ساله نه تنها به هیچ دگراندیشی اجازه نداده از رسانه های رسمی استفاده کنن نه تنها رسانه رسمی حکومتی بلکه هیچ میدانی بهشون نمیده که در روزنامه های خصوصی هم اظهار نظر بکنن حالا من از تریبون های نماز جمعه و صدا و سیما اینهای چی نمیگم روزنامه هایی که ظاهرا روزنامه خصوصی تلقی میشن هم حتی اجازه ندارن که در حدی که خودشون توقع دلشون میخواد و اقتضای سیاست های سیاستهای ها سیاست بخش خصوصی بتونن از دگراندیشان حتی در حوزه اقتصادی نه در حوزه سیاسی نه در حوزه اعتقادات مذهبی حتی در حوزه اقتصادی همونطوری که شاید باید روزنامه ها آزاد نیستن که اظهار نظرها رو منتشر بکنن حالا اون افراد اومدن میگن که چرا اینستاگرام با آزادی مقابله کرده نه تنها دگراندیشان در رسانه های رسمی و رسانه های غیر رسمی جمهوری سمی نقش دارن. الان کار به جای رسیده که احمدی نژاد و خاتمی و هاشم رفسنجانی هم خط قرمز شدن در این رسانه ها یعنی هر کسی که کوچکترین حالا یا ظاهرا یا واقعا کوچکترین زاویه‌ای با سیاست رسمی پیدا میکنه برخورد میشه یادتون هست که خامنه ای در صحبت نوروزیش گفتش که هر اینهایی که میگن اگر کسی با سیاست های رسمی جمهوری اسلامی مخالفت کنه به زندان کشی دروغ میگن بعدش دیدیم چه تعداد زیادی افراد به خاطر انتقاد از رهبر یا انتقاد از سیاست های جمهوری اسلامی رفتن زندان و نکته جالبی که امروز سایت خبر آنلاین که بسیار نزدیک به علی لاریجانی هست یک خبری رو از یک رسانه خارجی نقل کرده و در اونجا در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی نوشته چون ننوشته شهید این رو به عنوان اهانت به شهید سلیمانی تلقی کردن و اعلام جرم کردن علیه سایت خبر آنلاین و مدیر مسئولش یعنی افرادی که دارن اینطوری رفتار میکنن میگن همه حتما باید سلیمانی میگن شهید هیچ کس حق نداره انتقاد بکنه نه تنها انتقاد حق نداره بکنه بلکه در مورد لقبی هم که برای عناصر حکومتی بکنن میبرن باید, باید هماهنگ باشن طرف رو دارن برن دادگاه یک آدم حکومتی رو فقط به خاطری که به سلیمانی نگفته شهید گفته کشته شده بعد میان میگن که چرا اینستاگرام داره سانسور میکنه خیلی دارن نوه میخونن اشک تمساح میریزن برای آزادی اه... کسانی دارن از نبود آزادی در اینستاگرام و رسان... فضای مجازی صحبت میکنن که کمتر از دو ماه پیش وقتی که تعدادی از ایرانیان عزیز کشته شدن در تظاهرات ضد حکومتی رسانه ظاهرا ملی و روزنامه... حتی بسیار از روزنامه ها شروع کردن اهانت کردن به کشته شده ها و اتهام زدن به کشته شده ها تحت فشار قرار دادن خانواده ها اهانت به خانواده ها اهانت به بازداشتی ها و هیچ کس از جمله قاسم سلیمانی از اینهایی که یک طرفه تحت فشار بودن دفاع نکرد هیچ کس این اجازه ندادن که در رسانه ها جواب بدن حتی به صورت خصوصی در روزنامه های شخصی هم اجازه جوابشون ندادن میگم یکی از کسانی هم که شاهد ماجرا بود همین قاسم سلیمانیه که حداقلش جرمش اینه که سکوت کرده اگر نگیم خودشان نقش داشتن در این فضاسازی علیه مخالفین بعد حالا من هی ناچارم این رو بگم برای اینکه موضوع اصلی اینه دارم میگم که چرا اینستاگرام بعضی از پست های طرفداران سلیمانی رو حذف کرده نکته مهمش اینه که این آقایون نه تنها رسانه های رسمی جو... کشور با بودجه های عجیب غریب و تعداد پرسنل خیلی عجیب غریب در اختیار دارن که تعداد پرسنل صدا و جمهوری اسلامی چند برابر بی بی سی و سی این این و فاکس نیوز مجموع اونها رو بزنیم رو هم دیگه تمام رسانه های معتبر دنیا رو تعداد پرسنلشون رو و خبرنگاران فعالشون رو جمع کنیم به یک سوم یک چهارم صدا جمهوری اسلامی هم نمیرسه تمام این رسانه ها رو با خرج فراوان نیروی فراوان در اختیار دارن تریبون های متعددی در داخل کشور در اختیار دارن دانشگاه ها در اختیارشونه حوزه های امنی در اختیارشونه مساجد در اختیارشونه هر جایی که نوعی تبلیغ میشه که چه تبلیغ سنتی چه تبلیغ مدرن در اختیارشونه حالا میخوان بیان رسانه های فضای مجازی هم در اختیار بگیرن یعنی گله دارن که چرا این رسانه ها در اختیار ما نیست استفاده هم استفاده معقول نیست با توجه به این پول کلانی که خرج میکنن این اصطلاحی که در فضای مجازی باب شده خیلی هم دور از ذهن آدمای هفتمانی رو استفاده میکنن به تعداد زیاد بریزن تو فضای رسانه‌ای یعنی توقعشونه که تمام اون رسانه های داخلی در اختیارشون باشه فضای مجازی هم در اختیار بگیرن با پول کلانی که خرج میکنن به تخریب افراد بپردازن واقعیتش اینه که این نوع برخورد این دیگه از نوبرهای جمهوری اسلامی که خودشون الگوی سانسور، الگوی فیلتر، الگوی برخورد با رسانه، الگوی جلوگیری از آزادی بیان هستن حالا دارن گریه میکنن، عشق تمساه میریزن برای اینکه چرا رسانه مثلا قاسم سلیمانی رو سانسور میکنن یا قاسم سلیمانی رو فیلتر میکنن در شرایطی که بسیار از رسانه ها فیلتر از همون رسانه ها خودشون استفاده میکنن رهبر جمهور اسلامی، وزیر خارجه، کذابش جواد ظریف رئیس جمهور فریبکارش حسن روحانی و دیگران که از همون فضای مجازی که برای مردم سانسوره استفاده کنن علیه مخالفینشون و علیه منتقدینشون اما متاسفم که بگم این خصلت فقط خصلت جمهور اسلامی نیست یه سری از افرادی هم که ظاهرا مخالف جمهوری اسلامی هستن همینطور هستن حالا جمهوری اسلامی زور داره و پول داره و از قدرت حکومتیش استفاده میکنه برای حذف مخالفین از رسانه ها و تلاش میکنه که در همین رسانه های غیر حکومتی و خارج از کشور هم نفوذ کنه یه سری از آدم هاشو فرستاده در رسانه های معتبر خارج از کشور حالا به عنوان اصلاح طلب یا غیره به هر حال نهایتش اینه که حاضر نیستن که روش رو پیش برن که منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی بشه از همین داره استفاده میکنه بعد وقت توقع دارن که هیچکس استفاده نکنه جمهوری اسلامی از طریق زور و پول و امکاناتش استفاده میکنه متاسفانه بعضی از مخالفان هم از زبان تند از فهاشی و از روش های استفاده میکنن برای اینکه هر کسی که فکر میکنن مخالفشون هست رو حس بکنن طوری برخورد کنن که افراد واهمه داشته باشن از حرف زدن جوری برخورد میکنن که افراد رو هو بکنن یعنی اگر هر توقع دارن دقیقا مثل جمهور اسلامی توقع دارن که همه فقط حرف بزنن ببینید من دیشب یک صحبتی کردم در مورد قاسم سالیمان. در اونجا به سراحت گفتم قاسم سلیمانی در طول جنگ خدماتی کرده هنوز هم همون حرف رو میزنم حالا ممکن بعضی بگن که خدمات کرده پول در مقابلش گرفت من اصلا در مورد انگیزه صحبت نکردم هیچکس حق نداره در مورد انگیزه صحبت کنه من اونجا گفتم قاسم سلیمانی در زمان جنگ خدماتی کرده بعد از جنگ کارهایی کرده که زیان رسونده و با استراحت گفتم زیانهایی که رسونده از خدماتش بیشتره اینو با استراحت چند بار تکرار در صحبت دیشب حالا برید با... واکنش ها رو ببینید من اصلا نه از با این واکنش ها جا میزنم نه گله دارم حتی یک دونه از اونها رو حذف نمیکنم چون اتفاقا خیلی مایلم که بازتاب ها رو مردم ببینن و شاید کم کم هم هممون عادت کنیم که تحمل داشته باشیم هم دستامون رو بشه اما واقعیتش اینه که این کسانی که ادعا میکنن نشون دادن که با جمهوری اسلامی تفاوتی ندارن همه دنبال هم که حرفشون به کرسی بشینه فرض کنید اصلا نظر من رو قبول ندارید من نظر شما رو قبول ندارم فحاشی یعنی چی جمهوری اسلامی زندانی میکنه تو زندان شکنجه میکنه تجاوز میکنه شما هم در فعلا زورتونه که فحاشی بکنید شما میتونید بیاید بگید که من تو رو قبول ندارم میتونید بگید که حرف تو قبول ندارم اما اولا که معتقدم بعضی از بسیار از این افراد آدمهای جمهوری اسلامی هستن از این طریق میخوان هر کسی رو که مخالف جمهوری اسلامی هست با هو کردن با ترسوندن با مثلا تحت فشار عصبی و روانی قرار دادن از میدون بدر کنن ثانیا اونهاش هم که طرفدار جمهوری اسلامی هستن عملا آب با آسیاب جمهوری اسلامی میریزن یعنی دارن عملا روش جمهوری اسلامی رو ترویج کنند که همه فقط باید یک حرف بزنن همه باید امروز به قاسم سلیمانی فحش بدن یا فردا همه باید از قاسم سلیمانی تعریف بکنن همه امروز باید به رضا پهلوی اهانت کنن یا همه باید از رضا پهلوی دفاع بکنن اصلا میانه ای نداریم متاسفانه این خصلتی که جمهور اسلامی را ازش گله میکنیم بعض از مخالفان جمهوری اسلامی هم دارن من این رو از این جهت گفتم که امروز اگر جمهور اسلامی از اینستاگرام گله میکنه که چرا ما رو حذف کرد و خودش حذف میکنه کسانی هم هستن که از جمهوری اسلامی گله میگن جمهوری اسلامی که خودش حذف کننده است چرا از حذف اینستاگرام گله میکنه و همین آدمها خودشون با روش های دیگه دنبال حذفن کسی که میاد با فحاشی های مکرر در زیر یک پست سعی میکنه فضا رو آلوده کنه همه رو از نظر غیر هماهنگ بترسونه از نظر من با جمهوری اسلامی فرقی نداره چون جمهوری اسلامی که موضوع دیوار و ساختمون و امامه و یک شخص آدم نیست یک گفتمانه یک تفکره کسی هم که تلاش میکنه در هر زمینه ای در هر تکرار میکنم در مورد صدام در مورد ترامپ در مورد خامنه ای در مورد قاسم سلیمانی در مورد رضا پهلوی هر کس تلاش کنه که همه باید یک حرف بزنن از نظر من خصلتش خسطت جمهوری اسلامی و این خطر بزرگی که جمهور اسلامی هر روز که از عمرش میگذره به تعداد کسانی که خواسته یا ناخواسته پیرو روش جمهوری اسلامی هستند داره اضافه میشه این سیستمی که الان در فضای رسانه ما حاکمه اگر کسی حرفی بزنه که بعضی خوششون نیاد به صورت گروهی به صورت هماهنگ حمله میکنن این نتیجهش در نهایت به نفع جمهوری اسلامی یعنی مردم برای اینکه جمهوری اسلامی یاد گرفته سانسور کنه حذف کنه که بعضی از افراد نفهمند یا بعضی از افراد خیلی حساسیت نداشته باشند بعضی از مخالفین جمهوری اسلامی جوری حمله میکنن که بعضی از مردم در داخل کشور بگن به همین جمهوری اسلامی بچسبین برای اینکه اگه اینا برن یه میان بدتر از اینها من که بارها گفتم هیچ چیزی بدتر از جمهوری اسلامی نیست اما باور کنید دوستان کسانی که فکر میکنید مثلا با یه سر حمله میتونید یه در از میدون می کنید باور کنید این کاری که شما میکنید اگر واقعا به جمهوری اسلامی اعتقاد دارید با این کارتون به عمر از نظر من همونقدر که جمهوری اسلامی حق نداره صلاحیت نداره در مورد سانسور توسط اینستاگرام اظهار نظر بکنه و اینکه خودش استاد و نمونه و الگوی سانسوره کسانی هم که با روش های حمله فهاشی هو کردن میخوان دیگران رو رو از میدون بدر کنن و فضای رسانه رسانه های مجازی در اختیار بگیرن صلاحیت اظهار نظر ندارن به دلیل اینکه با این کارشون دارن صلاحیت اظهار نظر در مورد جم... در مورد سانسور در جمهوری اسلامی ندارن نه اینکه صلاحیت از نظر به طور کلی ندارن اون اینهایی که میخوان از جمهوری اسلامی به خاطر سانسورگریش و سانسورچی بودنش انتقاد بکنن خودشون رو اول درست بکنن اجازه ندن و یا خودشون مباشر و عامل حمله به کسانی که نظرشون با نظر اونها یکی نیست نباشن روش جمهوری اسلامی رو پیگیری نکنن اون وقت از جمهوری اسلامی گله کنن من به شخصه باز هم دارم میگم از انتقاد استقبال میکنم باید هم استقبال بکنیم به هیچ وجه با این حرفا از میدون نمیرم اگر هم یک روزی بفهمم اشتباه کردم شجاعت اعتراف به اشتباه و عذرخواهی رو دارم اما به این دوستانی که دارن تلاش میکنن بگم با این حرفا با این حرکات از میدون در نخواهم رفت برای اینکه وظیفه خودم میدونم که همون قدری که در برابر سانسورگری جمهوری اسلامی میستم در برابر کسانی که سانسور نوین و خیلی شیک میخوان انجام بدن از طریق حذف مخالفین خود چون با فهاشی با فضا با حملات گسترده و توده‌ای با اونها هم در حد خودم مبارزه خواهم کرد از این مبارزه هم نتیجهش برام خیلی مهم نیست من بارها گفتم باز هم دارم میگم نه دنبال رای جمع کردن هستم نه خودم رو موظف میدونم حرفی بزنم که دیگران خوششون بیاد کسی که میخواد تحلیل سیاسی بکنه بایستی بر اساس تشخیصش حرف بزنه نه بر اساس خوشایند من روزخان و مداح نیستم که چیزی بگم که پای منبرم خوششون بیاد کسی خوشش بیاد من از نظر خودم فهم خودم رو منتقل میکنم این فهم میتونه درست باشه میتونه اشتباه باشه کسانی که حمله دست جمعی میکنن حمله گروهی میکنن حمله معموریتی میکنن یا نه واقعا تشخیصشون هست اما با به نظر با روش غلط این کار رو انجام میدن مطمئن باشید با این کار هیچ خدمتی به آزادی و آینده ایران نمی کنید. هیچ خدمتی به سرنگون، برای سرنگونی جمهوری اسلامی نمیکنید نه تنها نمی کنید. بلکه به نظر من به عمر جمهوری اسلامی اضافه می موفق باشید